عالی هست. من این مبحث یه مقداری بحث فورک و هافینگه مهمه، میخوام اگر چیزی هست همینجا جواب بدیم، دیگه ازش نگذریم. اگر هست دستتون رو بی زحمت بالا بفرمایید، من میکروفون بهتون بدم و بعد شما سوالتون رو بپرسین. ثروتی داد دوستان بلدن دیگه رایز هند رو بزنن، من این بالا میبینم بهشون دسترسی میدم. aparat.com این سایت aparat.com الان اوکیه آقای مهندس، راجع اون بحث فورک میخواستم یه مقدار کاربردی تر اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، در واقع از منظر کسب سود. الان امکانش هست توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه رفرنسی میدید ما مراجعه کنیم، aparat.com در واقع به موقع بتونیم ازش استفاده کنیم. آقای عقیلی میکروفونتون بازه. ممنون. آقای عقیلی یه بار دیگه بزنید. خب من به شما دسترسی دادم، میکروفون خودم رو قطع میکنم. بله ببخشید، من به خاطر اینکه این صدا برگشت نداشته باشه مجبورم میکروفون دوستان رو قطع بکنم. هر شود که ببینید فورک دو مدل داشت، هارد فورک و سافت فورک. من اصلا کاری به این دوتاش ندارم، منی که معامله گرم کاری به این دوتا موردش ندارم که کدومشه. اما تو تحلیل بنیادی مهمه که اگر هارد فورک خورده چه گیری تو قبلیه بوده داره حل میکنه، آیا هک شده. اگه هک شده که اصلا من خودم کوینر یا آلت کوینر اصلا نباید نگهش دارم، قطعا آلت کوینر رو نباید نگهش دارم، به خاطر اینکه وقتی که هک این صرافی میمونه که هک بشه دخلش اومده دیگه تمام. و حالا اگر نه بحث هک نباشه، بحث ارتقای سرویس باشه مثل BCH، یک فرصت جذاب سرمایه گذاریه. اما یه نکته ای باید درش در نظر بگیرید، شما پولتون رو ریالتون رو تبدیل کردین مثلا به بیت کوین، تبدیلش کردین به اتر یا هر چیز دیگه ای که فورک خورده روش یا داره میخوره. حالا این وسط سوال پیش میاد که من این کوینم اگر مثلا تو صرافی نوبی تکس هم نگه دارم به همین تعلق میگیره، روی XRP هماهنگی که خود حالا به هر حال منابع مالی قابل توجهی نیست که دیپوزیت شده سمتشون با همون مجموعه داشتن، تونستن نوبی تکسی ها از این اتفاقی که یعنی سهام جایزه اصطلاحا هم بهش میگم روی XRP استفاده کنن. دو تا اومدن با هم مرج شدن که رو دیفای دیسنترالز فایننس کار کنن، که این مبحثش مربوط به دوره های دیگه همون میشه. و خدمتتون عرض شود که نه تامین مالی تو همین دوره است بهتون میگم. حالا نکتهش اینه که آیا من این کوین یا آلت کوین که گرفتم کجا باید نگهش دارم؟ در کیف پول معتبر مهندس جان. اگر نگهداری به راحتی شما بعدا میتونی از این ظرفیت استفاده کنی. کیف پولای معتبر چیه؟ به زعم من و خیلی آدم های دیگه و یه سرچ ساده توی اینترنت، کیف پولای سخت افزاری از اعتبار بسیار بسیار بالاتری برخوردارن. و یه نکته متاسفانه وجود داره، همیشه تو این بازار به قول معروف یه سری کلاهبردار وجود داره که میخوان سر بقیه رو کلا بذارن. مواردی از کیف های سخت افزاری هم هستش که اومده تو بازار دستکاری شده، طرف گرفته با خیال راحت ریخته پولش کوین توکنش ریخته اونجا، همش برش کشیدن بالا رفته، یا اصلا جعلی بهش فروختن به قیمت مثلا 80 90 یورویی که الان فکر کنم حدود مثلا 3 تا 4 تومن میشه. من یه ویدیویی توی صفحه اینستاگرامم گذاشتم تو قسمت آی جی تی وی، برید ببینید، توضیح دادم که چه چیزهایی رو باید دقت بهش بکنید زمان خرید یه کیف پول سخت افزاری، که خیالتون راحت باشه که این نه تقلبیه نه قبلا ستاپ شده که شما دارین مثلا یه دسترسی یه کسی دیگه هم به کیف پولتون داره. امیدوارم که تونسته باشم جواب شما رو داده باشم.
خانم هاشمی هم همین سوال رو داشتن. اگر نکته دیگه ای سمت، حالا این فورک بود، اگر رو فورک با سوالی هست یا رو هافینگ سوالی هست دستتون بالا کنید، دسترسی بدم سوال رو بپرسین پاسخ بدم. دوستان اگر سوالی ندارن من ادامه بدم. یک 5 ثانیه صبر میکنم. بسیار عالی، دارن می نویسن. خب حالا تا سوالشون رو یادداشت میکنن. پس یک عامل مهمه، اینا همه میدونن ولی نقطه ورود رو همه نمیدونن. یکی از روش های خوب برای نقطه ورود و آدم برای تشخیص نقاط درگیری قیمتی مخصوصا رو بیت کوین رینبو چارت هست که رنگین کمانی بهتون نمایش داده که نقاط درگیری توش مشخصه، هرچند که مربوط به دوره یه سطح دیگه ای میشه. من نمیخوام هی بگم اون دوره، اینا رو بهتون نمیگم، اینم بهتون میگم، ولی میخوام بگم جنس موضوع جنسی نیستش که مثلا به اصول یا مثلا 0 تا 100 ارز دیجیتال بخوره. تو اون خیلی نکته مهمی هست که میتونی ازش استفاده کنی. آخرین هافینگی که انجام شد 11 می 2020 بود، نیمه دوم اردیبهشت سال 1399. حالا روز و تاریخش رو بعد باز از تقویم در بیارید که ببینیم به چه تاریخی بوده، که از اون تاریخ قیمت بیت کوین نصف شد. قبل از اونم من یه مصاحبه انجام دادم در کنار حالا یه تعدادی لطف داشتن گفتن از فعالان بازار کریپتوکارنسی در ایران، یه توضیح مبسوطی در این خصوص داده بودم که قطعا رشد میکنه، که خدا رو شکر امروز روسیه از این موضوع در نیومدیم. این قسمت این دوتا صفحه، دو تا اسلایدی که ما ازش رد شدیم، این دوتا جنسش جنس پوله و میخوام که خیلی قشنگ بهش دقت بکنید. فورک، هافینگ، اینا مهمه و نمودارش هم دیدین که بعدش یه دفعه رشد کرده. ببینید تحلیل تکنیکال میاد روی دیتای هیستوریکال، دیت سوابق قبلی، میاد آینده رو پیش بینی میکنه. حالا توی این پیش بینی ها شما 3 بار هافینگ انجام شده، هر 3 بار رشد کرده. خب عقل سلیم میگه که این اتفاق در آینده نزدیک، در 4 سال آینده هم خواهد افتاد و همینطور الی آخر. و حتی شاید بازار چون تعداد معاملگری بیشتری بهش وارد میشه، شاید اون نزول هایی که دیدیم با کله رفته بود پایین و بعد اومده بالا، اونا هم اتفاق نیفته. این نزول مثلا خیلی چیز، به خاطر اینکه دیگه از اینجا به بعد خیلی ها دارن بلند مدتتر فکر میکنن. 9 سال دیگه به جایی میرسه که 98% بیت کوین استخراج شده، چیزی نیست، مالمه، دوست دارم انقدر بفروشم. بعدم میدونید که این مثل بازار بورس چیز نداره، بحث دامنه نوسان و حجم مبنا نداریم. من درآوردی ما تو این بازار، هم دوست و برادر ترکیه این بغل، حتی روزی که داره مجمع برگزار میشه سهم رو تابلو داره معامله میشه. حالا میگم قوانین مقررات متفاوته، ما هم حالا باید خدمتتون عرض شود که کار کنیم تو این حوزه بورس. دیتاشو دقیق نمیدونم، بعدا بهتون میگم، تاریخی میخواستم براتون مقایسه کنم. کجا اعلام میکنن؟ شما اون سایت هایی که الان با هم میبینیم سایت های مرجعی هستن که به شما این اطلاعات رو میدن. یواش یواش شما میای تو این اتمسفر درگیرش میشی، که بعدم خیلی چیز پیچیده ای نیست. آخرین فورک هافینگ که گفتم، فورک هم که گفتم، اگر اجازه بدین من برم سراغ، فقط این بخاطر این نکتهش مهم بود، من حالا این دو تا سوال دوستانم جواب بدم و بریم سراغ بقیه اسلایدمون. دوستانی که مشکلی دارن برای اتصال یا هر چیز دیگه باید با پشتیبان تماس بگیرن. آقای مهندس یوسفی دوستان اینجا میتونن بهشون پیام بدن، شماره تلفن بدن، با هم هماهنگ کنن. نگهداری کوین در کیف پول پولم تر است.
خب کیف پولتون، ببینید نگهداری کوین در کیف پول معتبر بسیار بهتره، ریسکش